خبر عاجل، پیام اضطراری حمید خراسانی و ملا محمد یعقوب مجاهد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. عبدالحمید خراسانی روی برگه تویتر خود می نویسد: رفتار تبعیض آمیز و تعصب گرایانه مسئولین قطعات وزارت دفاع ملی در برابر مجاهدین پنجشیر و مردم پنجشیر ما را خسته ساخته است. محترم مولوی سید محمد یعقوب مجاهد در این مورد باید جلو خودسری های قماندان لوای پنجشیر و افراد زیر دستش را بگیرید. با تعصب و تبعیض نمیتوان به سعادت دارند رسید. این در حال است که صفحه دیگر به نام سریک نیوز می نویسد: فوری برادر حمید خراسانی با 4 طالب بومی دیگر توسط ملا مسافر فرمانده لوای این گروه در پنجشیر بازداشت شده است. در عین حال 8 صبح کابل می نویسد: فرمانده لوای طالبان در پنجشیر 5 تن از افراد بومی این گروه را زندانی کرده است. طالبان پشتون تبار 5 تن از طالبان تاجک تبار و بومی این گروه را در پنجشیر بازداشت و در زندانهای شخصیشان در بند نگه داشتند. عبدالحمید خراسانی، یکی از فرماندهان برکنار شده طالبان، روز جمعه 27 مغرب در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته است این بازداشت ها به دستور مولوی مسافر فرمانده لوای این گروه برای پنجشیر صورت گرفته است. با گفته خراسانی، در میان افراد بازداشت شده برادر وی نیز که مدیر اقوام و قبایل ریاست استخبارات این گروه در پنجشیر بود شامل است. هرچند تا کنون دلیل اصلی این بازداشت ها روشن نیست، اما عبدالحمید خراسانی میگوید این افراد به دلیل تعصبات قومی بازداشت شدند. گفتنی است که در چند روز اخیر طالبان پشتون تبار دست کم 170 جنگجو و شمول مقام های بومی این گروه را در پنجشیر از وظایفشان برکنار کردند. روز گذشته نیز مولوی همایون، ولسوال طالبان برای ولسوالی عنابه پنجشیر، از سوی استخبارات این گروه زندانی شد. با گفته منابع، او به اتهام حیف و میل کمک های نهادهای امدادرسان به ویژه کمک های سازمان ملل متحد و فروش سلاح های این گروه بازداشت شده است. این در حالی است که اطلاعات روز می نویسد دیدبان حقوق بشر ترکیه با اخراج پناهجویان افغانستانی هنجارهای حقوق بشری را نقض می کند. دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش گفته است که ترکیه پناهجویان افغانستانی را به اجبار اخراج و از مرزهای خود عقب میراند. بنابراین گزارش که روز جمعه 27 مغرب تحت عنوان هیچ کس از من نپرسید چرا افغانستان را ترک کردم منتشر شد. دولت ترکیه اخراج حدود 45,000 شهروند افغانستان در 8 ماه نخست سال جاری را تایید کرده که نسبت به همین زمان در سال گذشته 150% افزایش داشته است. این افراد مستقیما به کابل برگردانده شدند. این گزارش میگوید دولت ترکیه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان ده ها هزار شهروند افغانستان را از مرزهای خود رانده یا بدون اینکه به درخواست و وعده های پناهجویشان رسیدگی شود آنها را مستقیما به افغانستان اخراج کرده است. بنابر گفته های بسیاری از افراد که دیدبان حقوق بشر برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه کرده، مقامات ترکیه از اقلیت بار بدون رسیدگی رسمی و بدون هیچ فرصت برای اسکان دادن آنها را عقب راندند. ریاست مدیریت مهاجرت ترکیه یا PMM میگوید که تا 20 اکتبر 2022 از ورود 238,448 مهاجر غیرقانونی به کشور جلوگیری شده است که احتمالا ارقام رسمی از ارقام اصلی بالاتر است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است این گونه عقب راندن ها
هنجارهای متعدد حقوق بشر را نقض می کند، از جمله ممنوعیت اخراج دست جمعی بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق رسیدگی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل عدم بازگرداندن پناهندگان طبق کنوانسیون 1951 بازگرداندن افراد به مکانهایی که زندگی یا آزادی آنها در معرض تهدید قرار میگیرد را ممنوع میکند. بر اساس این گزارش پناهجویان مجرد که در مرز ایران و ترکیه با مرزبان ترک مواجه شده مورد لطکو و آزار اذیت قرار گرفتند. مواردی از تیراندازی ماموران مرزی ترکیه و سمت پناهجویانی که قصد عبور از مرز ترکیه و ایران را داشتند نیز گزارش شده است. یکی دیگر از مواردی که دیدبان حقوق بشر در این گزارش به آن پرداخته، امضا یا اثر انگشت گرفتن اجباری از این افراد است. به نقل از گروهی از افراد اخراج شده، مقامات ترکیه آنها را با دستبند به میدان هوایی استانبول برده و مجبورشان کرده تا روی اوراق بازگشت داوطلبانه اثر انگشت بزنند. با گزارش این افراد کسانی که امتناع کردند لطکوب شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که افزایش چشمگیر اخراج پناهجویان احتمالاً تا حد به دلیل مخالفت افکار عمومی ترکیه علیه پناهندگان و مهاجران است، چنان که بر اساس یک نظرسنجی در سال 2021 توسط مؤسسه تحقیقاتی اوراسیا 76% از پاسخ دهندگان با این گزینه که باید از ورود این افراد به ترکیه جلوگیری شود و فوراً اخراج شود موافق بودند. قرار است در بهار 2023 انتخابات در ترکیه برگزار شود. احزاب اپوزیسیون به شدت در تبلیغات خود روی بازگشت پناهجویان به کشورهایشان تاکید می کنند. بنابر همان نظرسنجی از هر 10 نفر پاسخ دهنده 7 نفر گفتند و حزب رای می دهند که متحد به اخراج این افراد است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با اشاره به نارضایتی فزایند مردم ترکیه از میزبانی تعداد زیاد پناهجویان به کشورهای اروپایی هشدار داده و گفته که ترکیه هیچ وظیفه، مسئولیت یا تعهدی برای تبدیل شدن به انبار پناهندگان اروپا را ندارد. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید، منتظر پیشنهادات و انتقالات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود. اللهم تعال حافظ و نگهدار شما باد.